یکی از بزرگترین مبارزاییه که تو چند سال اخیر تو بوکس انجام شده. با 2.6 متر قد همه شکست رو بچشه. چپ دستا تو بوکس بد نیستن. پیشبینی بکنیم با فاصله بوکس میکنه. بعد این مبارزه قراره چی بشه؟ پادشاه واقعی سنگین وزن کیه؟ چون فکت میز مثل فیوز عمل میکنه. از اعماق جهنم خودشو کشون بیرون. سلام خدمت شما دوستای عزیزم، مخصوصا علاقمندان به مشتنی، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قراره تو این ویدیو بریم سراغ یکی از بزرگترین مبارزای حال حاضر دنیای بوکس، بین دو مبارز سنگین وزن، الکساندر اوسیک و تایسون فیوری. مبارزه‌ای که قراره تو عربستان شنبه هفته آینده یعنی 18 می تو عربستان قراره برگزار بشه. فکر کنم یکی از بزرگترین مبارزاییه که تو چند سال اخیر تو بوکس انجام شده. دو مبارز که هرگز طعم شکست رو در دنیای حرفه‌ای نچشیدن. تایسون فیوری با 2.6 متر قد مقابل الکساندر اوسیک از اوکراین، فیوری از انگلستان. چیزی که این مبارزه رو خیلی جالب میکنه اینه که این دو بوکسور هرگز شکست نخوردن و قراره تو این مسابقه یکیشون کنار بره و طعم شکست رو بچشه. الکساندر اوسیک 21 مبارزه انجام داده که تو همونجور که گفتم تو هیچ کدوم از اونا شکست نخورده و تایسون فیوری 34 تا اگه اشتباه نکنم 36 تا یا 34 تا مبارزه 35 تا عذرخواهی میکنم مبارزه انجام داده که بدون شکست بوده، یه مساوی و 34 برد داره. فیوری از قد و قامت بلندتری برخورداره و ریچ بالایی داره، ولی چیزی که خیلی تو این مسابقه تاثیرگذار بوده اینی که مبارزه قبلی تایسون فیوری مقابل انگانو اون چیزی که فیوری باید ارائه میداد رو ارائه نداد و خیلی تحت تاثیر قرار داد طرفدارای خودش رو، طرفدارای بوکس رو، چون انتظاری که ازش میرفت رو برآورده نکرد. حتی مقابل انگانو ناکداون هم شد، ولی خب حالا بالاخره طرفدارای بوکس میگفتن که دست کم گرفته فرانسیس انگانو رو، به همین دلیل ناکداون شده، چون انگانو بالاخره بوکسور نبوده، دست کم گرفته و دلیل این مبارزه ضعیفش مقابل انگانو پیروز شد، ولی خب بالا با حرف و حدیث پیروز شد. مقابل انگانو دلیلش دست کم گرفتن انگانوه. واقعا هم شاید اینجوری باشه، چون مبارزه قبلی انگانو یک کمی چاقتر از این مبارزه نشون میداد. حالا تو این مبارزه خودش رو نشون داده، تا جایی که نشون داده یه جورایی لاغرتر و ترکیتر نشون داده. یه چیزی که در مورد این دو بوکسور شاید جالب باشه اینه که اختلاف وزنی، اختلاف قدی خیلی زیادی دارن. الکساندر اوسیک 1 متر و 91 سانتی متر قد داره و تایسون فیوری 2 متر و 6 سانته. تایسون فیوری 121 کیلوگرمه و الکساندر 100 کیلوگرمه. خب الکساندر اوسیک از یه دستی وزنی پایین‌تر اومده، قهرمان المپیک بوده ولی تو دستی وزنی نیم سنگین وزن. تو همون المپیک هم آنتونی جاشوا تو سنگین وزن طلای المپیک گرفت و الکساندر اوسیک توی نیم سنگین وزن طلای المپیک گرفت. خب الکساندر اوسیک از یه وزن پایین‌تر میاد، همین هم دلیلیه که اوسیک خیلی سریع‌تر از مبارزای دیگه سنگین وزنه، که بهش گربه هم میگن. گربه به دلیل چهرهش بهش میگن گربه، ولی سرعتش هم شاید دلیلی باشه که سریعه، شاید به این دلیل هم بخوره بهش این لقب گربه. ولی نسبت به سنگین وزنا خب سریعه، مبارز سریعه و یه رکورد فوق‌العاده تو آماتور داره، خیلی بوکسیارده تو آماتور، قهرمان المپیک آماتور شده و حدوداً 335 مبارزی آماتور رو پیروز شده. ولی در مقایسه با مبارزای حرفه‌ای از فیوری پایین‌تره. فیوری 34 برد تو دنیای حرفه‌ای داره و اون فقط 21 برد داره. چیزی که گفتم خدمتتون اختلاف قدی و اختلاف وزنیه و اینکه الکساندر اوسیک سریع‌تر از تایسون فیوریه، ولی خب تایسون فیوری با فاصله بوکس میکنه و اینکه اوسیک چپ دسته و همونجور هم که میدونید چپ دستا تو بوکس بد نیستن. چپ دست بودن تو بوکس یه مزیته. خب حالا پیشبینی بکنیم، شما هم نظر خودتون رو کامنت کنید. حالا تا این چند روزی که به مسابقه مونده بعدم بریم ببینیم که تو کامنت ها که یه پیشبینی کرده باشیم که بریم سراغ این مبارزه فوق‌العاده. خیلی جالبه آشیای این مبارزه است. این مبارزه که همونجور که گفتم تو عربستان میخواد برگزار بشه، عربستان یه تدارکاتی رو دیده، یه تدارکی رو دیده که
مبارزایی که خیلی ها مسابقایی رو که خیلی ها منتظرش بودن رو داره عملی میکنه با قدرت اقتصادی و پولی که میریزه این مسابقه رو مسجل میکنه و خیلی ها دیگه منتظر این مسابقات نمونن. بله تایسون فیوری و اوسیک قرار مبارزه کنن. حالا بعد این مبارزه قرار چی بشه؟ الکساندر اوسیک دوبار آنتونی جاشوا رو شکست داده و یه جورایی آنتونی جاشوا هم خب انگانو رو شکست داده، درسته؟ انگانو رو شکست داده و یه جورایی برنده این مسابقه قراره با آنتونی جاشوا بوکس کنه. شاید برنده مسابقه هم هر کی باشه به نظر من این تایسون فیوریه که با جاشوا فایت میکنه، چون هرگز با جاشوا فایت نکرده و خیلی ها منتظر این مسابقه بوکس بودن که جاشوا و فیوری با هم بوکس کنن. الکساندر هم که با جاشوا بوکس کرده و شاید جذابیت اونو نداره که بار سوم بخوان مقابل هم قرار بگیرن. و در هر صورت به نظرم نتیجه بازی هر چی که باشه، یعنی اینکه اگه تایسون فیوری برنده بشه که با جاشوا بوکس میکنه، اگه الکساندر اوسیک هم برنده بشه به نظرم باز تایسون فیوریه که با جاشوا بوکس میکنه و احتمال زیاد دوباره برگرده با الکساندر اوسیک برای پس گرفتن عنواناش بوکس کنه. اینا احتمالاتی هستند که بالاخره ما میدیم. همه چیز شنبه معلوم میشه در عربستان، در ریاض عربستان معلوم میشه که پادشاه واقعی سنگین وزن کیه. واقعا یه مبارزه فوق العاده حساس، فوق العاده جذابه، خیلی قشنگه این مسابقه به دلیل بدون شکست بودنشون، به دلیل سنگین وزن. شاید مدت هاست که یه مسابقه در دستی سنگین وزن با این کیفیت بالا، با این مبارزان، با این رکورد فوق العاده نداشتیم. بعد اون مبارزای بزرگی که قبلا در بوکس سنگین وزن بوکس میکردن، مبارزه رو که به قول معروف نمیشه پیش بینی کرد، اونم مبارزه لحظه‌ای مثل مبارزه بوکس رو، مثل مشت‌زنی رو که فک با فک شوخی نداره. هرچی هم بزرگ باشی ممکنه شما رو چی بندازه، چون فک مثل فیوز عمل میکنه. یه بوکس واو فیوز شما رو پروند و مبارزه رو باختی و فوق العاده سخت پیش بینی کردنه همچین مسابقه ای با این سطح و لول. ولی به نظر من هر دو مبارزه دوست دارم، یعنی خیلی علاقه دارم هم به اوسیک، سبک مبارزه‌اش، سرعت بالایی که داره و اون رقص و پای فوق العاده‌اش، ولی به تایسون فیوری هم علاقه دارم چون یه مبارزه بزرگ از اعماق جهنم خودش رو کشون بیرون و دوباره در کورس بهترین ها افتاد. ولی خب به نظر من نظر دیگه، به نظر من تایسون فیوری برنده این مسابقه است. شما هم نظرتون رو کامنت کنید، بنویسید و بمونه این کامنت تا شنبه دوباره بریم ببینیم که پیش بینی های کی درست بوده، کی اشتباه بوده. حالا که تا اینجای ویدیو هم اومدید، دمتون گرمه، لایک کنید، سابسکرایب هم بکنید، همراه باشید با تحلیل ها، با همفکری های هم دیگه پیش بریم. متشکرم.